اول قرار دارد. پس به چشم پزشکی حاذق و صادق مراجعه کنید که با تشخیصهای اعجاب انگیزش تحسین جامعه چشم پزشکی را برانگیخته. دکتر جان رضاپور، چشم پزشک مورد اعتماد جامعه ایرانی. دکتر جان رضاپور با داشتن دو بورد تخصصی از آمریکا و همراه فوق تخصص در قرنیه و کاتاراکت، چشم پزشکی است منحصر به فرد در تشخیص و درمان. ادوانس آی سرجری کلینیک 818-205-1200 310-657-3200. دکتر جان رضاپور هستم از ادوانس آی سرجری کلینیک، یکی از مجهزترین کلینیک های غرب امریکا. ادوانس آی سرجری کلینیک مجهز به تکنولوژی بسیار پیشرفته چشم پزشکی است که توسط FDA اپروف شده است. منتظر دیدارتون در ادوانس آی سرجری کلینیک هستیم. ارجمند برنامه شیفته جهان چشم پزشکی، امیدوارم آن است که تندرست باشید و سرحال و فرصت داشته باشید تا با هم سیری در کهکشان علم و اندیشه داشته باشیم. فلک را سخت بشکافیم و طرحی نو دراندازیم. این برنامه هر هفته روزهای شنبه ساعت 12:01 بعد از نیم روز به وقت لس آنجلس از شبکه جهانی تلویزیون پارس به شما عزیزان تقدیم می‌گردد. من دکتر رضاپور، جراح و متخصص بیماری چشم، در این برنامه درباره بیماری‌ها و جراحی چشم با شما سخن می‌گویم. بازپخش برنامه فردا شب ساعت 10 شب به وقت لس آنجلس از همین شبکه خواهد بود که برابر است با دوشنبه صبح ساعت 8:30 در ایران. دوشنبه ساعت 8:30 صبح در ایران احتمال. خب دوستان، امروز خوشبختانه ما برنامه پرسش و پاسخ هم داریم که ساعت 2 تا 3 همین امروز، یعنی بعد از این برنامه، برنامه پرسش پاسخ در رادیو هست، ابتدا از 2 تا 3 که اگر سوالاتتون رو بخواید در اون برنامه مطرح کنید، فرصت خوبی هست که سوالات رو مطرح کنید و من سوالات رو پاسخ بگویم. شماره تلفن رادیو هستش 323-512-7264 که در ساعت 2 تا 3 اون برنامه اجرا خواهد شد. چون تعدادی از افراد ممکنه در این برنامه فرصت نکنن یا اصلا برنامه تیوی رو نبینن، ولی میتوانن 2 تا 3 با رادیو تماس بگیرن. 323-512-7264. اما برای این سراغ برنامه امروز، در هفته گذشته، چند هفته گذشته، چند مورد بیمار من داشتم که اینها به علت یک امرجنسی، به امرجنسی چشمی البته، که ناگهان دید چشمشون تار شده و به امرجنسی روم مراجعه کرد. من دریافتم که متاسفانه در امرجنسی روم به تنها چیزی که توجه نمی کنن این که ممکن است این پدیده فقط محدود به چشم باشه. مریض رو سیتی می کنن، امارای می کنن، ایکیجی می کنن، اکو می کنن، همه کارهایی که ممکنه انجام می دن بدون اینکه کانسلتیشن چشم پزشکی بکنن. برای اینکه معمولا در امرجنسی روم های معمولی چشم پزشکی وجود نداره، مگر اینکه شما به امرجنسی روم دانشگاه هایی مراجعه کنین که اونا خودشون به اصطلاح چشم پزشک آنکال دارن. رزیدنت شما رو میبینه، بعد اگر مشکلی بود با اتندینگ آنکال تماس میگیره که کیس رو مطرح میکنه. اگر خیلی امرجنسی باشه، خب اتندینگ پا میشه میاد و مریض رو جراحی میکنه. خب از این دو موردی که برام مراجعه شده بودن، هر دو مورد مشکل چشمی داشتن، یعنی هر دو مورد سکته چشمی داشتن و باعث همون موقع چشم پزشک اینها رو میدید. ولی خب مریض 24 ساعت 48 ساعت توی ER مونده، کاراش انجام شده، تنها کاری که بایستی میشد و نشده
کانسالتیشن با چشم پزشک، معمولا اونا کانسالتیشن نمی کنن و بهشون میگن خب همه چیز خوبه، شما فقط برید برای چشمتون پیش دکتر چشمتون. وقتی مریض به من میرسه دیگه دیر شده، بعضی از این مسائل به هر حال خیلی امرجنسی هستن، هم موقع بایستی بهشون رسیدگی بشه. ممکنه که یک کلات باشه توی شریان سنترال رتینال، یعنی شریان مرکزی چشم، یا یک گرفتگی در ورید باشه، یا سکته باشه، یا هرچه باشه، تا حدی میشه از زودتر کمک کرد. به همین دلیل اگر شما امرجنسی چشمی دارید، یعنی چشمتون ناگهان صبح پاشید میبینید نمیبینید چشمتون، به امرجنسی مراجعه نکنید، بلکه بروید به دانشگاه، به امرجنسی دانشگاه که اونا خودشون چشم پزشک به اصطلاح آنکال دارن، یا به چشم پزشکتون زنگ بزنید. من به مریضم، شماره تلفن من روی به اصطلاح انسرینگ ماشین ما هست، من به مریضم توصیه کردم که اگر امرجنسی داشتن به خود من تماس بگیرن، با خود من تماس بگیرم، به من زنگ بزنم، برای اینکه گفتم گاهی اوقات ممکنه فشل رتینال دیترجمنت باشه، امرجنسی باشه، باید هم موقع مریض رو ببریم اتاق. اینه که بهتره که یا با چشم پزشک خودتون تماس بگیرید یا به امرجنسی روم اگر میروید، یعنی اگر دسترسی به چشم پزشک خودتون ندارید، به امرجنسی روم معمولی مراجعه نکنید، حتما به امرجنسی رومی مراجعه کنید که معمولا امرجنسی روم دانشگاه ها مثلا در لس آنجلس فقط USC و UCLA امرجنسی روم چشم پزشکی داره، هیچ جای دیگه نداره. و این مسئله خیلی مهمه، خواهش میکنم این رو با دوستانتون در میون بگذارید و به آن توجه بفرمایید. اونچه که مسلم هستش، اگر واقعا سکته چشمی اتفاق افتاده باشه، حتما کنترل فشار خون، کنترل کلسترول و کنترل دیابت، این سه تا بیماری نقش عمده دارن در سکته های چشم، که اینا اگر واقعا خوب کنترل بشن، خب سکته اتفاق نمیفته، یا اگر اتفاق افتاده سیر بهبودیش خیلی سرعت میگیره. و حتما کسانی که دیابت دارن، کسانی که فشار خون دارن، کسانی که کلسترول دارن، روزانه 81 میلی گرم آسپرین مصرف کنن، چون اون خیلی کمک میکنه که خون شما رو رقیق نگه داره و مانع از سکته های چشمی بشه. ببینید، چشم یک عضو بسیار حساسی است. هر علامت غیر طبیعی که در چشم شما پیدا بشه، این مهم، ببینید، ممکنه حالا این مسئله هم برای جوانان هم برای بزرگسالان هر دو صادقه. حالا مثلا یک جوان رو در نظر بگیرید، اگر فرض سردردی داشته باشه یا دلدردی داشته باشه، ممکنه اهمیتی نداشته باشه چون جوانه. اما برای همون جوان اگر یک تاری چشم پدید بیاد، این مهمه، یعنی حتما بایستی این رو به شکل امرجنسی به فکر بره، فرق میکنه. پس علائم چشمی رو بایستی جدی گرفت و حتما دنبال گرفت تا خلافش ثابت بشه و ثابت بشه که چیز مهمی نیست. گفتم چه در جوانان و چه در میانسالان و چه در به اصطلاح افراد بالغ. نکته دیگری که میخواستم باهاتون در میون بذارم اینه که همه داروها، چه داروهای سیستمیک، یعنی چه داروهایی که شما برای فشار خون میخورید یا برای دیابت میخورید، و چه داروها، قطره‌های چشمی که در چشمتون میریزید، اینا فرصت میخواهند تا کیک این کنن، به قول انگلیسی ها، تا بتوانن اثر واقعیشون بروز کنه. گفته شده است هر داروی بین 5 روز تا 3 ماه پیریود لازم داره، تایم لازم داره تا اثر واقعیش رو ببینید. یعنی بعضی از داروها ظرف 5 روز شما اثرش رو میبینید، بعضی از داروها رو باید واقعا 3 ماه، 2 ماه تا 3 ماه مصرف کنید تا واقعا اثر اصلیشون رو ببینید. بنابراین هیچ وقت عجولانه هیچ دارویی رو قطع نکنید مگر اینکه دکترتون بخواد. بنابراین سعی کنید که همیشه داروها رو استفاده بکنید تا اثرش پدیدار بشه. این نیست که شما اگر یه دارویی رو بهتون دادن امشب خوردید، فکر کنید فردا اثرش رو می‌بینید. هیچ داروی اینطور نیست. هیچ داروی.
البته خب استثنایی در این زمینه هست، مثلا فرض اگر کسی خونش غلیظ باشه و ما براش هپارین تزریق بکنیم، خب بله هپارین هم موقع اثر میکنه. اینا استثناها هستن و در حقیقت امرجنسی، داروهای امرجنسی هستن. من دارم صحبت میکنم از داروهای کانونشنال، داروهای معمولی که شما روزانه مصرف میکنید حتما وقت به دارو بدهید تا اثر بکنه و زود قطع نکنید دارو. خب اما از این مطالب که بگذاریم، امروز یک کیسی رو براتون میخوام مطرح کنم که این کیس درس آموزی است برای همه، هم برای چشم پزشکان هم برای مردم. ببینید گاهی اوقات بیمار به عنوان بیماری چشم به ما مراجعه میکنه، ولی اون بیماری چشم ایشون ارتباط داره با یه بیماری سیستمی، با یه بیماری عمومی دیگری در بدن این فرد که اگر اون بیماری رو درمان کنیم خود به خود چشمشون خوب میشه. این بارها و بارها برای من و مطمئنم برای تمام همکاران من اتفاق افتاده و خیلی مهمه که به این توجه بفرماییم. یعنی فقط کانسنتریت نکنیم روی چشم، چون چشم آینه تمام نمای بدنه. بنابراین از چشم میتوانیم برسیم به یک تشخیصی که گاهی اوقات واقعا رهایی بخشه، گاهی اوقات جان بخشه، گاهی اوقات مریض رو از مرگ میتوانیم نجات دهیم. کما اینکه کیسی که میخوام بهتون مطرح بکنم همین کیسه، کسی است که اگر واقعا تشخیص داده نمیشد تا چند وقت بعد ممکن بود هر دو چشمش کور بشه و بعدا بمیره. خب پس بنابراین این مسئله خیلی خیلی مهم هست. این یک خانم 64 ساله است که این خانم به علت اینکه دید چشمش کم یواش یواش داشته کم میشده و اشکال پیدا کرده برای خوندن، برای دیدن، مراجعه میکنه به آپتومتریستی که همیشه میرفته پیشش. آپتومتریستش رو معاینه میکنه، یه عینک بهش میده، مریض میره چند روز عینک رو میزنه، یک دو هفته بعد دو مرتبه زنگ میزنه به آپتومتریست میگه که ببین درسته این عینک که برای شما عوض کردید ولی چیزی عوض نشد، من بازم به نظرم میرسی که خوب نمیتونم مطالعه کنم، با این عینک جدیدی هم که شما بهم دادید کارساز نیست. آپتومتریست میگه برگرد بیاد، میاد معاینش میکنه، نگاه میکنه، میگه احتمالاً این مشکل شما به خاطر کاتاراکتی که دارید، بنابراین من شما رو به جراح چشم، به اپتومالوجیست، اونا اپتومتریست هست، ما اپتومالوجیست هست، به یک اپتومالوجیست معرفی میکنم. مریض معرفی میشه، معاینه میشود در کلینیک ما و وقتی مریض رو میبینیم، بعد مریض میگه که من مدتی که از تاری چشمم داری یواش یواش زیاد میشه و اینا که هم چند بار عوض کردم ولی به اصطلاح فایده ای نکرد. از احوالش میپرسیم، از بیماری قبلیش فقط هایپوتایرویدیسم داشته و یا آسوآرترایتیس دردهای استخوانی داشته که براش مسکن میخورده و سلبرکس میخورده برای اون و برای کمکاری تایرویدش هم لپوتایروکسی مصرف میکنه. خب تا اینجا این کار مسئله مهمی نیست. مریض چون یک روماتوئید آرترایتیس هم داشته، دکتر روماتولوژیستش به شکل هایدروکسی کلروکوئین هم میدهد که اون دارویی است که در حقیقت سیستم ایمیونیته بدن رو تنظیم میکنه، معمولا برای بیماری های اتوایمیون مثل روماتوئید آرترایتیس و لوپوس داده میشه. و همون موقع، یعنی سال گذشته که این دارو رو بهش دادن، یه میدان دید هم همون موقع ازش گرفتن، چون میدونی وقتی که میخواد هایدروکسی کلروکوئین رو به مریضا بدن حتما بایستی اول یه میدان دید بگیرن، چون این دارو میتواند روی چشم عوارض ایجاد بکنه. میدان میگیرن، میدان طبیعی بوده حتی طبق گزارشی که بیمار میکنه و ما میدان دید مریض رو در سال گذشته ندیدیم. بیمار میگوید اون موقع میدان دیدم طبیعی بود و دارو رو دارم مصرف کنم. پس تو دارو مصرف میکنم، یکی داروی سلبرکس برای درد، یکی داروی هایدروکسی کلروکوئین برای روماتوئید آرترایتیس و لوتایروکسین برای تایرویدش. وقتی معاینش میکنیم میبینیم که بله دید چشمش کمه، در یک چشمش 20-40 دوم هست، در چشم راستش، در چشم چپش 27 دوم هست، قسمت‌های قدامی چشمش طبیعیه، در پشت چشمش نگاه میکنیم مسئله مهمی نداره، مکلا خوبه، آپتیک نرف خوبه و بنابراین
مشکل زیادی نداره و التهابی هم در چشمش نیست. دیسکش هم کاملا نرمال. بیمار اسکجول شد برای عمل جراحی کاتاراکت چشم در حقیقت چپش و عمل جراحی به خوبی پیش رفت، برای شکل لنز مالتیفوکال گذاشته شد و مریض مرخص شد. روز بعد از عمل مریض دیده شد، همه چیز خوبه، لنز سنتر دست، ورمی وجود نداره و مریض هم دیدش 20/40، یعنی از 20/70 شده 20/40. بعد از خوب مریض میره، یک هفته بعد مراجعه میکنه. مریض وقتی مراجعه میکنه میگه ببینید من دیدم هنوز تاره و فلوترز دارم. خب ما فکر میکنیم مثلا مریض ممکنه اورکورکت شده باشه، لنزش اندرکورکت شده باشه، خشکی چشم داشته باشه، التهاب داشته باشه، لنز یه مقدار سنتر باشه. همه اینا بررسی شده در این مریض، هیچ کدوم اینا وجود نداره. مریض با توجه به این که به هر حال این مشکل رو داره، داروهاش باعث ادامه بدهد، ادامه میداد و دو هفته بعد مراجعه میکنه، میگه من باز هم مشکل دید دارم، خوب نمیتونم بخونم. یه نکته که تازه متوجه شدم اینه که همینطوری که دارم روی کاغذ نگاه میکنم، این کنارم رو، طرف چپم رو، این کنارم رو نمیبینم و اینجاست که جرقه ایز در مغز من میزنه که آخ، ممکنه که ایشون یک مریضی دیگری داره، این مشکل چشمی پس نداره. یعنی همه چیز خوبه، درسته کدرک داشته، کدرکش هم عمل شده، مشکلی هم نداره. پس بریم سراغ این که این مشکل چی هست. به همین دلیل در این گونه مواقع مریض رو باید سوال پیچ کنیم. سوال پیچ میکنیم مریض رو که ببینیم چه اتفاق دیگه ای تو این یکی دو سال در زندگی چی افتاده. مریض میگه من خیلی ضعف دارم، خیلی خسته میشم زود، خیلی وزنم زیاد شده و در حقیقت البته منوپاز زودرس هم داشتم، یعنی خیلی زود در سن 48 سالگی هم منوپاز شدم. و این نکات درسته که نکات کوچکی هست، ولی برای این مریض نکات مهمی است. برای اینکه دکتر داخلی ایشون گفته ببین وزن زیاده، ضعف، ضعیف شدن، خسته شدن، چاقی، اینا مربوط به اون کمکاری تیرویدته و ایجینگه. ولی من چشم پزشک میگم که نه، اینها میتونه ربطش باشه با این مسئله که مریض داره مطرح میکنه که من طرف چپم رو خوب نمیبینم. آقای دکتر الان که چشمم یه خود واضح تر شده میبینم چشم چپ رو نمیبینم. بلافاصله مریض رو میبریم یک میدان دید ازش میگیریم و یک OCT اپتیک نرو، هر دو غیر طبیعی، یعنی مریض یک بای تمپرال همی انوپیا داره، یعنی میدان دیدش در دو طرف کات شده و اپتیک نرو هم نشون میده که عصب بینایی لاغر شد. خب بلافاصله یه MRI میپرسیم، یک تومور بسیار بزرگی در پیتیوتری گلند مریض پیدا میکنه. تومور 2.5 در 2 در 2.6 دارم، خیلی بزرگه. این تومور در توی هیپوفیز مریض این تومور وجود داره. با اندوکرینولوژیست، ENT متخصص گوش حلق و بینی و نوروسرجن کانسالت میکنیم. مریض چند روز بعد میره اتاق عمل، تومور برداشته میشود و عمل به خوبی انجام میگیره و بعد از یک ماه وقتی ویژوال فیلد میکنیم خیلی بهتر شده. مریض میگه خیلی وزن بهتره، دیدم بهتره، حتی اون کنار هر کمتر میبینم ولی کمتر شده و در راه بهبودیست. درس بسیار بزرگی است از این مریض که ما همیشه فکر نکنیم که این مشکل در چشمه. این مریض میدونه که اگر درسته که تومورهای غده هیپوفیز خوشخیم هستن، اما دو تا اتفاق میتونه مریض رو بکشه. یکی این که این تومور اونقدر بزرگ باشه که فشار بیاره روی به اصطلاح بافتای پایینی در مغز. یکی دیگه این که یک سکته در این غده اتفاق بیفته، میگیم اپوپلکسی. اپوپلکسی در جا مریض رو بکشه، همون موقع مریض میمیره. بنابراین با عمل جراحی جان مریض نجات داده شد، چشمش خوب بهتر شد، ممکنه ایدئال نشه ولی خوب شد. ولی درس بزرگ این هستش که همیشه و همیشه و همیشه روی چشم متمرکز نشویم و برویم و جاهای دیگر رو نگاه کنیم و ببینیم که چه هست که بیمار ناراضی است. این کیس بسیار آموزنده بود. اجازه فرمودید که بریم سراغ دوستان. دوستان روی خط هستن. دکتر رضاپور هستم،
از شگفت های جهان چشم پزشکی بفرمید. از الو نامه خوبتون دعوت بفرمید که دستتون درد نکنه، ایشالی که خدا سلامتی بهتون بده. آقای دکتر من دیابت دارم، 30 سال گلوکوما هم دارم، تیروید کمکارم دارم، کنسر تیروید. بعد برای چشمم همین تیمولول استفاده میکنم صبح و عصر، شبم که همون لفتاپرس یه همچین قطره ای. بعد الان برای خارش چشمم که خارش داشت دکتر رفتم، یه قطره به هم داده آزولاستین. اوکی. بعد میخواستم ببینم این قطره چه زمانی بریزم که تداوم گفته روزی دو بار بریز با او قطره های گلوکوما تداخل نداشته باشه. من اشک مسروق خیلی خشکم هست، چشمم تیمولو رتینم میریزم، میخواستم ببینم چه زمانی فاصله بین اینا باشه که تداخل نداشته باشه. خواهش میکنم. این تعجب فرمید، نکته ای که مهمه اینه که کسانی که داروهای ضد گلاکوما استفاده میکنن همیشه خشکی چشم دارن و بعضی از داروهای ضد گلاکوما آلرژی وحشتناکی میده، مثل برمانیدین. برمانیدین یه قطره است که خیلی آلرژی میده و توی چند تا از این داروهای ضد گلاکوما برمانیدین هستش. بنابراین من اگر مریضی ببینم که داره داروی ضد گلاکوما مصرف میکنه و برمانیدین توی داروهاش هست، برمانیدین رو قطع میکنم و به جاش قطره دیگر میدم. نکته دیگر اینه که تمام قطره های ضد گلاکوما خشکی چشم ایجاد میکنه، به همین دلیل و التهاب، خشکی چشم و التهاب و خارش. بنابراین ما اگر بخوایم خوب علامتی درمان کنیم باید دائم داروی خارش رو بدیم. توصیه من این هستش که یک، اگر دکترتون میتونه لیزر کنه شما رو و با لیزر مشکل شما رو حل کنه، بروید و ازش خواهش کنید لیزرتون کنه که قطره‌های ضد گلاکوماتون رو یا نریزید یا کم یا فقط تیمولول رو بریزید، چون تیمولول قبلا آقای دکتر لیزر کردم همون 360 درجه خودتون زحمت کشید برام انجام دادید، ولی بعد یه مدتی دوباره مجبور شدم این قطره‌ها رو بریزم. خیلی خوب، اگر اینطوره بنابراین من توصیه‌ام این هستش که برمانیدین تو داروهاتون نباشه، مثل که گفتید لاتانوپراس هستی شد تیمولول، اگر این دوتا هست اونا خوبه. من برای کسانی که گلاکوما دارن و داروی گلاکوما مصرف میکنن توصیه‌ام این هستش که از تیروایا استفاده کنن. تیروایا قطره ایست که لازم نیست توی چشمتون بریزید، این تیروایا رو توی بینیتون میریزید، برای اشک خوب تولید میکنه، خیلی داروی خوبی است. برای همه کسانی که گلاکوما دارن و داروی ضد گلاکوما مصرف میکنن من تیروایا رو توصیه میکنم که تیروایا رو در بریزن و اشک تولید بشه، چون نباید داروهای زیادی در چشم کسی که گلاکوما داشته باشه ریخته بشه. اما در جواب سوال شما، داروهاتون رو میتوانید شما به فاصله 2-3 دقیقه، یعنی اولین دارو رو بریزید 3 دقیقه بعدش داروی بعدی رو بریزید، این فاصله بین 3-5 دقیقه فاصله بین دو دارو کافی است برای اینکه 3-5 دقیقه کافی است که داروی اولی که ریختید جذب بشه. پس بنابراین اگر دارو میخواید بریزید با فاصله 3-5 دقیقه، ولی اگر داروی ضد گلاکوما میریزید دیگه داروی اشک مصنوعی و ضد حساسیت نریزید، فقط همون تیروایا رو در بینیتون استفاده بکنید، اونم البته بایستی حتما در کناره های بینی ریخته بشه، استفاده بکنید تا بتواند از حساسیت قرمزی و خارش چشمتون هم جلوگیری بکنه. این نکاتی است که توصیه میکنم حتما رعایت بکنید. حالا آقا این قطره آزولاستین، بله آزولاستین، این به من دادن تا حالا 3 ماه دیگه که من بخوام برم دکتر، اینو چه وقت بریزم؟ یعنی فاصله زمانی دو بار در روز روزی دو بار باید بریزید به فاصله 5 دقیقه از دارویی که به نظرتون. خب اجازه فرمایید که من با دوست از دیگر صحبت بکنم. دکتر رضاپور هستم، بفرمایید. سلام آقای دکتر، با سپاس درود فراوان است به دکتر رضاپور عزیز. من یه خانم 92 ساله هستم. الو
بله بله گوش میکنم صحبتتون. بله من یک خانم 92 ساله هستم که حدود 6 سال قبل با مراجعه به چشم‌پزشک، خودم در شمال کالیفرنیا زندگی میکنم، مراجعه به دکتر اینجا متوجه شد که چشم راست من کاتاراکت داره و عمل کردن. البته خیلی عالی نشد ولی خب دیدم یه خورده بهتر شد. الان حدود 2 ساله که دید هر دو چشم کمه، به خصوص از هر کلمه رو حروف اول و آخر کلمه رو خوب نمیبینم. البته به ایشون مراجعه کردم، گفت متاسفانه شروع مکلاره و شبکیه اشکال پیدا کرده. منو فرستادم چون دکتر شبکیه با آزمایش‌های متعدد و عکس‌های زیاد و اینور اونور تشخیص داد که بله این نوع خشک مکلاری و درمانی نداره بجز این که از این ویتامین های چشم استفاده کنی. به هر صورت از اون ویتامین هم استفاده میکنم ولی بدتر نشده، اما دیری نداشتم. اخیرا هفته قبل این روتین 6 ماهه چشم پزشک خودم بود، ایشون باز منو معاینه کرد و گفت که چشم چپت هم آبرواری داوردی و الان میشه عمل کرد اگر بخوای. گفتم اون وقت این بیماری که شبکیه داره اشکال نداره؟ گفت نه اینا به هم ربطی نداری، میتونم عمل کنم، بالای 40% دیدت بهتر میشه. حالا من میخواستم نظر شما رو بپرسم که آیا این کار رو بکنم یا نه. بسیار سپاسگزارم با توضیح خوبی که دادید. ببینید کاملا حرف چشمش که شما درسته، هیچ رابطه ای بین کاتاراکت و مکرو دیجنریشن نیست. یعنی یه مریضی میتونه مکرو دیجنریشن داشته باشه و کاتاراکت هم بگیره. بنابراین ولی حتما بایستی کاتاراکتتون عمل بشود به چند دلیل. یکی این که خب احتمال چند درصد هست که دید شما بهتر بشود، حتما هم میشود. نکته دوم این که خب ماندن کاتاراکت در چشم میتواند بعدا گلاکوما بشود و عوارض بسیار زیادتری ایجاد بکنه. و سوم این که وقتی ما کاتاراکت رو برمیداریم بهتر میتوانیم معاینات ته چشم رو انجام بدهیم و حتی عکس برداری های دقیق تری انجام بدهیم. و چون 20% موارد نوع خشک مکرو دیجنریشن تبدیل به نوع وت میشود، پس حتما بایستی ما دید خوبی داشته باشیم برای معاینه ته چشم که اگر لازم بود در آینده تزریق بشود باید دیدمون خوب باشه. بنابراین حتما توصیه میکنم که هر چه زودتر بروید و کاتاراکتتون عمل کنید. ولی تعجب من از اینه که چطور یه آدمی تا 92 سالگی کاتاراکت نداشته و حالا کاتاراکت گرفته، چون معمولا کاتاراکت از سن 65 شروع میشه و نمیدونم. حالا به هر حال توصیه که من به شما میکنم اینه که حتما زودتر کاتاراکت چشم دیگرتون عمل بشه، قرص های ارزی که بهتون دادن رو مصرف بکنید و به هر حال خیلی خوبه این کاری که دارم براتون میکنم و فعلا درمان خاصی برای مرحله نوع خشک نیست. ولی حتما باید تحت مراقبت چشمتون باشه. چرا؟ میتوانند به نوع ویت، به نوع خیس تبدیل بشن. در اون صورت من باید تزریق بکنم براتون. با چشم راست نمیشه چشم راست و لنزشو تمیز کرد؟ نه برای چی عوض کنن لنزشو؟ یه ذره تاره، اونم خیلی خوب همچین یه مقدار اشکال هستی که خب اون تاری چشم شما مربوط به مکرو دیجنریشن تونه، مربوط به لنز نیست. یعنی دوربین عکاسی که فیلم داخلش خرابه، شما هرچی لنزشو عوض کنید تأثیری در اون نداره. اون به خاطر مشکلی است که در تای چشم شما هستش. در تای چشم. متشکرم. وقتی یه سوال دیگه هم ببخشین دارم. آیا نوع عمل با لیزر باشه یا معمولی؟ خب مطمئنن عمل کاتاراکت اگر با لیزر انجام بشود سیفتره، خیلی ریکاوری سریعتره، عوارض هم خیلی کمتره. طبعا با لیزر بهتر. من اصلا توصیه میکنم همه آدم ها کاتاراکتشون رو با لیزر عمل بکنن، خیلی خیلی عوارض کمتره. ببینیم ما روز به روز داریم پیشرفت میکنیم.
لیزر الان یک قدم جلوتر، یک قدم پیشرفته تر نسبت به کیکویی که ما فرسون سالها انجام میدادیم. بنابراین توصیه میکنم حتما با لیزر انجام بدهید، خیلی خیلی نتیجه بهتری خواهید گرفت. خیلی ممنونم، با آرزوی سلامتی و موفقیت برای دکتر رضاپور عزیزم و به امید آرزوی آزادی ایران. قربان شما. خب دوستان عزیز، همطور که عرض کردم ما در ساعت 2 تا 3 برنامه پرسش پاسخ از رادیو رو داریم. اگر دوستان سوالاتی دارن که بخوان مطرح بکنن، سوالاتشون رو در اینجا نتوانستن سوالاتشو مطرح کنن، در ساعت 2 تا 3 در رادیو 670 AM سوالات رو مطرح بفرمایید. شماره تلفن رادیو رو یادداشت کنید، 323-512-7264. این شماره تلفن رادیو است. یه بار دیگر عرض میکنم تلفن رو، 323-512-7264. این شماره تلفن رادیو سیکسبنی هستش که 2 تا 3 برنامه پرسش و پاسخ رو در اونجا اجرا میکنه. خب اما پس در مورد کیسی که عرض کردم متوجه شدی که واقعا چقدر مسئله مهمه. یک نکته دیگری من در مورد اون کیس عرض بکنم، کسانی که دوستانی که با ما همراه بودن کیسی رو مطرح کردیم که کدرک داشت، کدرک عمل شد، چون مریض هنوز دیدش خوب نبود به این فکر کردیم که ممکنه مشکل دیگری داشته باشه. وقتی MRI شد یک تومور خیلی بزرگی در پیتوئیتری گلندش بود که فشار می آورد روی اعصاب چشمش و گفتیم که می تواند این تومور اگر به موقع عمل نشود مرگ رو به دنبال داشته باشه. جالبه بدانید که تومورهای هیپوفیز انواع مختلف داره، همشون یه نوع نیستن، بعضی هاشون باعث ژیگانتیسم میشن، میدونید که یعنی هورمون رشد رو زیادی ترشح میکنن و آدمای غول‌پیکر درست میشه، آدمایی که خیلی بدنشون بزرگه، استخوانشون بلنده، چهره ترسناکی به خودشون میگیرن. اینا احتمالاً توی فیلم‌ها یا توی چیز دیدید، اینا اون آدمایی هستن که ژیگانتیسم دارن و به خاطر تومور غده هیپوفیزشون هورمون رشدشون بیش از اندازه ترشح شده و اینا اون هورمون وقتی ترشح میشه دیگه سن نمیشناسه. حتی اگر در سن 30 سالگی 40 سالگی هم ترشح بشه واقعا حالت ژیگانتیسم رو ایجاد میکنه، حتی در کودکی خیلی سریعتر و بیشتر. بعضی از این تومورهای به اصطلاح هیپوفیز فقط هورمونال هستن، اینها باعث دیابت میشن، باعث چاقی میشن، همون بیماری کوشینگ که مون فیس میشه، صورتشون گرد میشه و این ما بهش میگویم کوشینگ، اون نوع هورمون ها میشه. هر کدام از این تومورها باشه فرقی نمی کنه، فشار میاره روی عصب بینایی و باعث ضعف عصب، باریک شدن عصب و مرگ عصب و نابینایی در نهایت و بالاخره مرگ بیمار میشه. پس بنابراین این مسئله خیلی مهمه که ما به عنوان چشم پزشک این مسئله توجه داشته باشیم که به موقع بیمار رو تشخیص بدهیم، درمان کنیم تا از مرگ احتمالی جلوگیری میکنه. اما یک نکته مهمی رو من اینجا عرض کنم. ببینید در مورد داروها من گفتم که داروها طول میکشه تا اثر کنن. بعضی از داروها 5 روز وقت لازم دارن، تا حتی بعضی از داروها 3 ماه فرصت دارن، فرصت میخواهند تا بتوانن اثر بکنن. پس بنابراین این نکته رو همیشه آبزی گوش داشته باشید. نکته دیگر در مورد عمل طراحی کدرک و به خصوص کسانی که لنزهای مالتیفوکال برشون میتره، اونا هم یک پریودی لازمه، یه تایمی لازم هست تا دید واقعی برگرد. البته در مورد مانوفوکال هم هست، یعنی وقتی که ما عمل جراحی میکنیم درست که روز بعد مرجع من ممکنه دید خوبی داشته باشن، اما حداقل 4 تا 6 تا 8 هفته طول میکشه تا دید واقعی مریض برگرده. بنابراین این نکته رو هم کسانی که عمل کدرک میشوند آویزه گوش قرار بدن که
یه مقدار باید فرصت بدن تا دید کامل کامل بشود، و به خصوص برای خواندن کسانی که لنزهای مالتیفوکال میذارن یه مقدار زمان بیشتری 3-4 ماه طول میکشه تا واقعا اون دید خوب خواندنشون برگرد. این نکات رو حتما مد نظر داشته باشی. خب یک تحقیقی شده در دانشکده پزشکی کانتیکت و این نتیجه این تحقیق رو در مجله نور آپتامولوژی منتشر کردن که بسیار بسیار جالب و عجیب هستش. اونا با این تحقیقشون معتقدن که با استفاده از پروتئین های رایبوزومال، چون میدونید که در هسته نوکلئوس سلول های بدن ما زیادی انواع پروتئین ها وجود داره، یکی از این یک نوع از این پروتئین ها پروتئین های رایبوزومال هستن که اینا باعث ریجنریشن رشته های عصبی میشن، یعنی باعث رشد دوباره رشته های عصبی میشن. شما میدونید که تنها عصبی یا تنها سلولی در بدن ما که نمیتواند تکثیر شود سلول های عصبی هست. یعنی ما مغز ما که در سلول هایی که در مغز ما هست همان مقداری است که از روز اول تولد ما وجود داشت. این سلول ها مثلا دوپلیکیت یا رپلیکیت نمی شوند، زیاد نمی شوند، همون سلول هستند، فقط به مرور زمان رشد می کنند، ارتباطات سیناپسیشون رو زیادتر می کنند، و هرچه ما این سلول ها رو بیشتر به کار ببریم، درس بخوانیم، تحقیق بکنیم، مطالعه بکنیم، این رشد سیناپسیشون بیشتر میشه و بنابراین وایزتر میشن آدم ها، فهیمتر میشن، چیزهای بیشتر میفهمن. بنابراین این تنها سلولی هستش که در بدن ما به اصطلاح ریپلیکیت یا دوپلیکیت یا تزاید پیدا نمیکنه، برخلاف سلولهای دیگر بدن ما. ما پوست ما همیشه داریم در حال پوست اندازی هستیم، یعنی سلولهای پوست ما دائم دارن زایش میکنن و پوست ما سلولهای سطحیش میریزه. حتی در سطح قرنیه ما سلولهای اپیتلیوم قرنیه ما دائم دارن عوض میشن، یا موی سر ما دائم میریزن ولی موهای جدید جاش رشد میکنه. پس این سلولها هیچ وقت سلولهای عصبی این خاصیت رو نداره. اما با این تحقیقی که در دانشگاه کانتیکت شده است و این رایبوزومال پروتئینی رو پیدا کردن، معتقدن که می توانیم با این رایبوزومال پروتئین سلول های عصبی رو به اصطلاح رپلیکیشنش رو و زایشش رو زیاد بکنیم. این تحقیق مطمئنا روزی خواهد رسید که با کمک یک چنین تحقیقی ما بتوانیم کسانی که در تصادفات فلج می شوند، فرسون پارالایز می شوند، از کمر به پایین فلج می شوند یا به دنبال سکته های مغزی فلج می شوند، بتوانیم سلول های عصبیشون رو دو مرتبه ریجنریت کنیم و با به سر بازگردانده شوند یا تکثیر شوند و باعث برگشت سلامتی عضو بشه. خب البته این یک آرزوی واقعا دست نایافتنی بوده تا الان، ولی این تحقیق خیلی جالب هستش. این پروتئین های رایبوزومال اسمش هست RPL-C و RPL-7 و RPL-7A. این دو تا پروتئین رو اینها این محققین گرفتن و اون رو روی موش ها که زایات عصبی داشتن، به خصوص در چشمشون زایای عصبی چشم داشتن یا زایای عصبی چشم درشون ایجاد میکنن در موش ها، و بعد این پروتئین رو تزریق میکنن، میبینن که عصب شروع کرده رشد کردن، یعنی عصبی که اصلا ما هیچ وقت انتظار رشدش نداریم شروع میکنه به رشد کردن، و این یک دریچه ای رو باز کرده به روی محققین که در آینده احتمالاً بتوانیم واقعا تمام این فلج ها رو به وسیله ای درمان بکنیم. البته این شروع راه هست، روی موش ها امتحان شده، هنوز روی انسان نشده، ولی مطمئنا نوید روزهای خوشی رو میدن. خب روز بفرمید که با دوست از دیگر صحبت کنیم. دکتر رضا پور هستم، بفرمید. الو جانم. الو. بله جانم. سلام علیکم.
از میخوام از ایران تماس میگیرم. الو الو من یک ماه پیش گل آب مروارید عمل کردم. بعد الو بله بله من گوش میکنم، شما صحبت کنید. یک ماه پیش آب مروارید عمل کردم، بعد چشم راستم هم البته عمل کردم، گوشه راست گوشه چشم راستم بعضی اوقات مثل اینکه یک ژل یا ویتامین آی مالیده باشی، مثل حالت ژل مانند جلوی چشم میاد. اینه مخواستن، اینم علتش چی هستش و آیا ممکنه مثلا این ایرادی داشته باشه یا برطرف میشه؟ دکترم گفته که زجاجیت هستش علتش، حالا من نمیدونم. مخواستم شما... سوال بفرمم. ممنون میشم از لطفه دو. شما دیدتون چطور عزیزم؟ دیدم خوبه، ولی همون موقعی که این ژله میاد جلوش به بعضی اوقات هستش، اون تقریبا یه خورده میگیره، ولی اونم از طرف نه. ببینید، این چیزی که شما میگید فقط این گوشه هستش یا حرکت میکنه میاد جلوی چشمتون؟ نه، گوشه نصف چشمم هست. یعنی ثابت این گوشه مانده؟ نه، بعضی وقت برطرف میشه، بعضی وقتا میاد، بعضی وقت برطرف میشه، بعضی وقت میاد، فقط تا وسط. بله. خب ببینید، وقتی ما عمل جراحی کدرک میکنیم، گاهی اوقات در یه چند درصد بیماران یک پرده ای این گوشه حس میکنه، درست گوشه تمپورال، یعنی این طرف یا این طرف، در این چشم این طرف، در این چشم این طرف. این پرده اگر باشه ما بهش میگوییم فوتوپسیا. این هستش به اصطلاح، اگر که این اصطلاحا بهش میگوییم دیس فوتوپسیا. اگر چنانچه این تیره باشه بهش میگیم پازیتیو یا دیس فوتوپسیای مثبت، پازیتیو دیس فوتوپسیا. اگر بیرنگ باشه بهش میگوییم نگاتیو دیس فوتوپسیا. این دیس فوتوپسیا بین یک ماه تا 6 ماه طول میکشه و خود به خود از بین میره. در موارد بسیار بسیار نادری که از بین نمیره، ما مجبوریم برویم برگردیم اتاق عمل و لنز رو، اون اپتیک لنز رو، یعنی بدنه لنز رو از توی کپسول در بیاریم بزنیم روی کپسول. وقتی این کار رو میکنیم این از بین میره. اما چیزی که در این شما هستش، شاید این دیسفوتوپسیا نباشه و شاید همون ویتروس جلی ژل داخل چشم باشه. اگر هر چون دیسفوتوپسیا ثابته همیشه هستش، ولی ژل داخل چشمی اون حرکت میکنه، چشمتون حرکت میکنید این طرف میاد این طرف، چشمتون حرکت میدید میاد این طرف، و این اگر باشد معمولا ربط زیادی به عمل جراحی نداره. معمولا مریضه اینه دارن، ولی چون کدرک دارن نمیبینن. وقتی کدرکشون رو برمیداریم دیدشون خوب میشه و اینو میبینن. این هم باز طول میکشه مدتی و از بین میره. این نیست که برای همیشه بماند، ولی زمانش رو نمی، گاهی اوقات 6 ماه، گاهی اوقات 1 سال طول میکشه تا از بین بره. گاهی اوقات اگر خیلی بزرگ باشه و هی بیاد جلوی دید مریض رو بگیره، ما با لیزر اینو تکه تکش میکنیم. به اصطلاح یک یگ لیزر میتوانیم بهش میگوییم ویترولایسیس. ویترولایسیس انجام میدیم و این به اصطلاح به شکل یک توری هستش، این رو تکه تکه میکنیم که زودتر جذب میشود. اگر چنچه ادامه پیدا کرد و نه پشت لنزتون بود، این کار رو دکترتون میتونه انجام بده، ولی به نظر میرسه چیز مهمی نباید باشه. و همونطور که عرض کردم، اگر واقعا دکتر شما فکر میکنه که این همین ویتروس جلی هستش و نزدیک لنز هستش، با لیزر می تواند این رو تکه تکه کند و در حقیقت از بین ببرد. بله. خب اما در صحبتی که من کردم، دیسفوتوپسیا میگم متفاوته. دیسفوتوپسیا واقعا آزارنده است، چون دائم مریض احساس میکنه یه ابری، یک پرده ای
یک چیزی مزاحم در کنارها وجود داره. گفتم اونم مدت طول میکشه معمولا از بین میرود، ولی چند درصدی از بین نمیرود که ما حتما بایستی برویم اتاق عمل و لنز رو آپتیک لنز رو از کپسول خارج بکنیم تا این از بین برود، چون اون وقت دیگه اون انعکاس نور در لبه لنز هست که این رو میبینیم. وقتی لنز رو جابجا میکنیم اون انعکاس نور رو از بین میبریم و دیسفوتوپسیا رو حل میکنیم. خب، اما در مورد تحقیق که من داشتم عرض می کردم، خب دکتر رضاپور هستم، بفرمایید عزیزم، اجازه بدید من سوالتون جواب بدم و بعد برم سراغ مطلب. بفرمایید عزیزم. الو. بله بفرمایید. من چشم چپمو کدرک عمل کردم. صدا داری اینو دکتر؟ بله بله میشنوم. بله قربان شما، خیلی مشتاق بودم که صداتون رو بشنوم. چشم چپ ما کدرک عمل کردم، راسته از عکسی که آقای دکتر ازم گرفته موج داره چشمم، بعد وقتی یه خط موازی رو به اصطلاح صاف رو افقی رو نگاه میکنم با موج میبینمش، چه کار باید کنم؟ بعد گفتنش افتادگی شبکی است، چه باید کنم؟ ببینید، به احتمال قوی شما ERM دارید، Epiretinal Membrane. ERM در حقیقت یک پرده است که در روی مکلای شبکه ایجاد می شود و باعث چین خوردگی یا به قول شما موجدار شدن شبکه می شود. اینها رو باید متخصص شبکه، دکترتون شما رو به متخصص شبکه معرفی کند، ایشون می روند و پیلینگ می کنند. پیلینگ یعنی چی؟ پلاف می کنند، پاک می کنند، مثل پوست که می کنند، این پرده رو می گیرند و می کنند از روی شبکیه و خیلی بهتر میشه. ممکنه 100% بهتر نشدید، ولی خیلی بهتر میشه، چون الان همه چیز رو شما شکسته می بینید. درست. آقای دکتر، من شناسنامه 75 سال ما، حالا ممکنه 1 سال 2 سال 3 سال این برابر باشه، دقیق ممکنه نباشه، ولی روحیه و به اصطلاح رفتار و اینا همه دکترها میگن 15 سال جوان تری. آیا برای باقی مانده عمرم این دچار مشکل نمیشم؟ الان چه کار باید کنم؟ مطمئنا این فیکتر میشه، زخیمتر میشود در آینده و دیده شما رو بدتر میکنه. بنابراین اگر دکترتون گفت بایستی عمل بشود، فورا عملش کنید، نگذارید بمانند، برای اینکه به هر حال یک روز زندگی با کیفیت بهتر از 100 روز زندگی بی کیفیت به نظر من. قربانتون برم. بعد اون وقت کدرک رو باید چیکار کنم؟ همین چشم راست که هنوز نه، کدرکتون عمل کنید در... ولی وقتی ERM وجود داره، کدرک رو که میخواییم عمل کنیم بایستی از 2 هفته قبل مریض رو بذارین روی کورتون، قطره کورتون و قطره انسی بریزید، برای اینکه اونایی که اپیرتران ممبرین داره کدرکشون عمل میکنیم ورم میکنه، خیلی بدتر میشه. ولی اگر از 2 هفته قبل بگذارن شما رو روی کورتون و به اصطلاح پرولنزا انسی، این ورم اتفاق نمیفته و عمل به خوبی انجام میشه و بعدا هم میروید پرده رو بر میدارن و دیدتون بهتر میشه. پس چرا اون آقای دکتر گفت که منتظر بمون تا ببینی این افتادگی شبکیت چی میشه، فعلا عمل نکن؟ برای اینکه به هر حال ایشون میترسه که خب عمل کنه و اون ورم شدید اتفاق بیفته و خیلی کار داره درمانه اون. قبلا باید رو کورتون بذارم. بله، بذارم رو کورتون 2 هفته قبل و انسید، کورتون و انسید هر دو و عمل بکنن، اتفاقی نمیفته. حضرت هم کورتون و انسید. ان میذارید و یه سید مثل سعید می نویسید. آها، ان سید. نعم آقای دکتر، خیلی خوشحال شدم صداتو شنیدم. خوش میکنم. موفق باشید، امیدوارم که روزی از نزدیک ببینم. ولی متاسفانه فعلا من این روز رو دارم. خدا نگهدارتون، مواظب خودتون باشید. بسم الله. اجازه دارم که با دوست از دیگر صحبت بکنم. دکتر رضاپور هستم، بفرمایید. جناب دکتر سلام، خسته نباشید. مرسی عزیز.
وقتتون بیشتر نگیرم. من سوال داشتم اون جلسه شما فرمودید که راجع به چشم که اون خانم میگفت که چشمم گود شده، دور چشمم گود شده، من اومدم چشمم رو اندازه گذاشتم، دستم رو تا چشمم گذاشتم، بعد چشم راست من یه خورده داخل تره، مثل که وقت دست میذاری اون داخل کاسه بیشتر هست، یکیش بالاتر جلوتر مثلا. بعد همون چشم من دکتر الان چند ماه من میرم میام که باید کاتاراکت عمل بکنی، بعد میگفت که با دکتر هم که صحبت ترجمه میکنی میگفت که چشمش خشک، من نکتونم عمل بکنم فعلا. حالا به نظر شما چی باید چیکار کنم؟ من دیگه چشم من همینجوری خورده خشکی داره و قطره اینا که میریزه، نظر شما چی؟ این تو مثلا به من الان یه ماه پیش گفته سه ماه دیگه مثلا بریم من بخواد چیز کنه، میگفته باز بیا ببینم چی میشه. خب دلیل این که نمیخواد عملتون کنه چیه؟ میگه چون خشکی نمیشه عمل کرد فعلا. به خاطر خشکی؟ آره. اون خشکی که ظرف سه چهار هفته ماکسیمم چهار هفته اگر اینتنس شما رو بذارن روی درمان که میشه، شاید دلیل دیگری دارد. من فکر نمی کنم خشکی دلیلی باشد که ما کسی رو عمل کاتاراکت نکنیم. ما چهار هفته مریض رو خیلی اینتنس درمان خشکی می کنیم، یعنی فاکتورهای مختلف رو به مریض می دهیم، پلک رو تمیز می کنیم، اسکویز می کنیم و می ذاریم مریض روی دارو تمیز کردن پلک، و بعد از چهار هفته بایستی معمولا خشکی خوب بهتر بشود در اون حدی که بتوانیم عمل کنیم. بنابراین من دلیلی نمیبینم که شما عمل نشوید، ولی نمیدونم چرا دکترتون این تصمیم رو گرفته است. حالا مجازم دو ماه دیگه برای من 26 آگست چیزی گذاشته که من ببرم. من تا چند بار چند جلسه رفتم، هی گفته برو مثلا ماه دیگه بیا، ماه دیگه بیا، هی نگاه کرده گفته الان بار آخری گفت مثلا برای من فاصله 3 ماه گذاشت که حالا من میخوام برم دیگه. گفتم قبل از که یکی بشه من با شما مشورت کنم این نظر شما چیه. نه بهش به دکترتون بگید اگر خشکی هست خشکی رو درمان کنید، ظرف 4 هفته خوب میشه، بهتر میشود، کنترل میشود و بعد عمل کنید. یه سوال دیگه، بعد من فقط یه چیز من کار کرده، به نظر شما فقط من یه چیز من کاتاراکت داره که عملش میکنم؟ یا معمولا دو تاش شما فرمودید که با هم عمل میکنن؟ نه معمولا یک چشم رو عمل میکنیم، یک چشم دیگه رو چند هفته بعد عمل میکنیم. آره. اون گودی چشم شما نظرتون این که خودش اسکلت اینجوریه یا که در اثر اون خشکی چشم یا آب مرواری چیزی مثلا؟ نه ربطی به خشکی چشمتون نداره، احتمالاً مسائل دیگر هست، ممکنه اصلا این طبیعت چشم شما باشه، ممکنه اگر شک داره دکترتون یه سی تی اسکن اوربیت باید بده و خیال خودش راحت کنه. یه سی تی اسکن میده مشخص میکنه که این واقعا یک حالت طبیعی است یا اینکه نه یه حالت پاتولوژیکه. متاسفانه وقت برنامه در اینجا به پایان رسید، من بایستی از شما خداحافظی کنم با پوزش از دوستانی که روی خطا موندن و با سپاس از دوستانی که با ما همراه بودن. خوشبختانه ما برنامه پرسش و پاسخ رو داریم در ساعت 2 تا 3. اگر سوالی دارید سوالتون رو حتما اونجا مطرح بفرمایید. شماره تلفن رادیو هست 323-512-7264 323-512-7264. با هم ساعت 2 تا 3 صحبت خواهیم کرد. برای همه شما آرزوی تندرستی و روزهای خوش میکنم. با سپاس از کارگردان فنی امیر عزیز که مثل همیشه ما رو داهیانه و اندیشمندانه کارگردانی کردن، برای امیر جان آرزوی تندرستی میکنم با چشمهای خوب و بینا، و برای مردم ایران سربلندی، رهایی از قید حکومت جور و جهل، و برای جمهوری اسلامی زباله‌دان تاریخ آرزو میکنم. بدرود تا درود دیگر در هفته آینده.